در پایتخت وحشت و تزویر، آنجا که شاعران پروانه ها صنوبر ها همراه یاسهای امین الدوله تکفیر می شوند، آنجا که نایبان امام عصر وقتی که روزه می گیرند سر می برند و خون پرستوها را در شیشه می کنند، اینک زمان دجالان شیاد سالهای ظهوری با حضرت ولایت مطلق در لحظه گذار و عبوری. از وحدت جهانی دستان پینه بسته، از بستگی شاعر و روشنفکر و کار و کارگر، با هوشیان امروزی راه دراز و دوری را سر کردیم. کردیم آنچه را که نباید وقتی فریبکار مقدس را گوساله‌وار باور کردیم. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 27 فروردین ماه 16 ماه اپریل یا آوریل، به شما سلام میکنم. آقای حسن روحانی، پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، قدم رنج فرمودند و سفری به محرومترین ولایت جهان سیستان و بلوچستان کردند. حالا این سفر چرا، دلایلش چیز خیلی روشنه. یه وقت بود که باز این مهذب الدوله کاظمی باقرخان که همینجوری با کتابش زندگی میکنم، بسیار زیباست، جلد هفتم علم که تموم شد اینو به دست گرفتم و دارم به پایانش میرسم، داره تعریف میکنه، میخوام مقایسه ها رو بگم براتون. میگه که سفیر ایران در عراق شده، شاه رو میبینه، رضا شاه رو، میگه که آقا این راهی که دارم میگن از رواندوز بره به بیروت، یه مطالعه‌ای بکن ببین این کار چجوری انجام میشه. آقای جناب آقای سفیر باقرخان کاظمی، مرد معتبر از یک خانواده برجسته که شادمانه وقتی که وزیر طرق میشه، میگه در خانواده ما بعد از جدم منم وزیر شدم، پا میشه با اون وسایل اون روزی در عراق، فیصل اول پادشاه است و از طرف دیگه برادرش علی که حاکم حجاز بوده فرار کرده اومده، بعد از اون جریاناتی که میدونید که در فیلم لورنس عربستان میدیدی، و امیر عبدالله هم حاکم ماورای اردن، جد ملک حسین و نیای بزرگ پادشاه فعلی عبدالله ثانی، که در بیت المقدس در حال نماز در مسجد اقصی یک تروریست کشتش، فلسطینی. اینا همه جمعن در عراق. نوعی ولایت عثمانی هم هنوز در شمال عراق برقرار. آقای سفیر پا میشه، از بغداد را میفته، میاد میره اربیل، میره سلیمانیه، میره رواندوز، میره دهوک، تمام جاهایی که امروز در این قسمت خودمختار عراق شاهد یک تحول عظیم هست. و بعد صحبت میکنه که رفتم با حاکم رواندوز صحبت کردم، کرد و فارسی ادبی حرف میزد و گزارش بهش میده در چه جنگ هایی بودم، چی کار کردم. و در اون زمان، باز نکته جالب این است، در اون زمان کردها تمرکزشون روی ارتباط داشتن با ایران و تمامشون، یعنی بعد از اون درگیری هایی که در داخل میشه، همه رشید و کارهایی که اتفاق میفته، کردهای عراق نگاهشون این بره. میره چه پذیرایی ازش میکنن. بعد از اونجا راه میفته، تو راه اتومبیل خراب میشه با لوری، بعد یک ماشین دیگه، خلاصه میره به شامات وارد میشه، میره به حلب، میره به ترابلس، میره به دمشق، میره به بیروت، میره به سور، به سیدا، به فلسطین، به یافا. و جالب اینه، میره اونجا میگه شوقی افندی پیغام داد برم ببینمش، گفتم الان درست نیست، شب کسی رو فرستاد که اون وقت سرکنسول افتخاری ایران هم بوده تو یافا، قبلش یزدیان یا یزدی،
پا میشه میره پیش شوقی افندی میگه 3 ساعت نشستیم با هم گپ زدیم. فردا هم میره آرامگاه عبدالبها رو میبینه و میره در عکا و در حیفا و باغشون رو میبینه و قبر عباس افندی رو میبینه و خلاصه خیلی آزادانه، آدم متدین که روزه میگیره، آرامگاه میره به مزار ائمه اطهار در اعتاب مقدسه و در این حال میره با شوقی افندی رئیس آینه بهاییت در اون زمان میشینه گپ میزنه، برای سجیا نامه میده. یک مأمور عالی رتبه، یک سفیر، مهمانی که در سفارت میده میگه انقدر با شکوه بود، جشن در اونجا جشن گرفته سال روز تولد رضا شاه رو، با مشروب و موسیقی پذیرایی کردیم. خواننده بزرگ مصری ام کلثوم در اینجا بود، عقبش فرستادم که بیاد، دعوتش کردم بیاد بخونه، منتها مریض بود و گلوش به شدت درد میکرد و نمیتونست. مجلس سواره بسیار عالی بود، رقص و شام و غیره. سفیر ایران در حد دولتش میخواد اقتدار نشون بده، همونطور که در هرات که بود اون اقتدار رو نشون بده. حالا میخوام به این نقطه برسم، میگه خبرم کردن که باید شاه رو ببینی. ای من بغدادم کجا چجوری؟ گفتن شاه در خوزستانه، باید بیای و 24 ساعت دیگه هم بیشتر نیست، باید فردا ایشون رو ببین. پا میشه میاد بصره، قایق سوار میشه، حالا چجوری میاد خرمشهر رو، بعد از اونجا چجوری با ماشین، خلاصه خودش رو میرسونه به جایی که رضا شاه هست. بامدادان میره اونجا، رضا شاه 1 ساعت باش خلوت میکنه، حالا وزیر دفاع هست، وزیر جنگ سردار اسد بختیاری هست، کسای دیگه هستن، خیلی ازش تقدیر میکنه و این سفر شاه اومده که ببینه در خوزستان چه تحولاتی ایجاد شده، که خود مهذب الدوله کاظمی بهش اشاره میکنه، جاده هایی که کشته شده، جاده شوش، جاده آقاجانی، گچساران، جاده به خرمشهر بین اهواز و همه اینا در عرض 3-4 سال اتفاق افتاد و رضا شاه رفته بازدید، کمان که راه میافتاد دور ایران میرفت بازدید. آقای روحانی هم، آقای احمدی نژاد، که سفرهای استانیشون معروف خاص و عامه، یه گونی اسکناس میذاشت عقب ماشین و تو خیابونا که میرفتن پرت میکردن به مردم، ملت بشه تابید که رئیس جمهور قاقالیلی میده، ثروتتون به باد رفت، دارن در سوریه میخورن، دارن در جاهای دیگه میخورن، در عراق میخورن، این مش قاقالیلی هم ما برای شما میریزیم. یه بدبختی هم میاد یه نامه میده، آقا من 10 میلیون میخوام. باشه 10 میلیون بهش بدی. ارز پدری که نیست که، وقتی سردار محصولی 3 میلیارد میخوره، حالا بذار 10,000 تومان هم بدیم به این بدبخت، 1 میلیون هم بدیم به اون یکی. آقای روحانی رفته اونجا، چرا رفته؟ با اتفاقاتی که افتاد، با جریان جیش العدل، با کشتن جمشید دانایی‌فر، نازنین گروهبان ایرانی که بی گناه به قتل رسوندنش، میره ایشون اونجا. و همینجا یه پرانتزم باز کنم، ممنونم از ریسپاندتون نسبت به برنامه دیروز ما، گفتگوی من با آزاد هنرمند و نویسنده محمد نوریزاد. اصلا من امروز غرق شادی شدم، این واکنش شماها. وسط برنامه داشت آخراش بود، تکسی برای من اومد از بیت یکی از مراجع بزرگ در ایران که بسیارم معروفه و انسان خوشنامی هم است، فرزند ایشون بود، زده بود که آقای فلانی بهترین برنامه‌ای بود که من دیدم و واقعا خودم حس میکنم چقدر برنامه زیبایی بود. ما نیومده بودیم آقای نوریزاد رو تو هچل بندازیم، نیومده بودیم گوشه کورنر بذاریم بعد دست به خدا روشون گرفتنش، نه، ما آمده بودیم با نوریزاد راجع مسائل اساسی حرف بزنیم و حرف زدیم و چقدر خوب بود. من ازش سپاسگزاری میکنم، انسان شجاع و آزاده و آزاداندیش، این انسان رو باید قد دانست و حقا بر صدر دل نشاندش. حسین بازجو یاد بگیره، او در بازجویی و آدمکشی و جنایت و تحریف حقایق باقی موند و این مرد آزاده قید و بند پاره کرد. به قول یکی از همکارانم گفت همون وقتم که این طرف بود آدم آزاده‌ای بود، با آوینی زنده یاد با هم می اومدن و کارهای اساسی میکرد، میرفت تو روستا، خودش هم گفت
فیلم میگرفت از فلاکت‌ها و از نیازهای روستاییان. حالا هم اومده و نشون میده 35 سال جمهوری ولدفقیه جز آدمکشی، جنایت، دزدی و چی بگم دیگه، هر چی رو بگم کم گفتم، کاری برای مملکت نکرد. برای آقای روحانی تشریف میبرن به سیستان و بلوچستان. در زاهدان دین داره دیگه، باید از مولوی عبدالحمید قدردانی کنه. مولوی عبدالحمیدی که وقیهان نشسته بر کرسی نمایندگی مجلس طلبکار هم شدن ازش و خط و نشان براش میکشن و حسین بازجو و مسیح مهاجری و امثال هم نوکران ولایت شاخشونه میکشن براش، مرد نازنین و آزاده و با دل پاک و اصلا بدون اینکه به این شیعه و سنی فکر کنه قدم جلو گذاشت و انقدر محترم بود که جیش العدل هم نتوانست حرف او رو زمین گذاره. حالا آقای روحانی میگه من سپاس مردم ایران را به مردم شیعه و سنی، علمای شیعه و سنی و تمامی ریش سفیدان این استان تقدیم میکنه. آقای روحانی میتونه سپاس خود و هیئت حاکمه را بگه، میتونه بگه آقای خامنه ای پشیمون از این حرفایی که راجع به اهل سنت زده، آقای خامنه ای پشیمون از این که کسانی رو توی رابطه القدیر، رابطه اهل بیت، نمیدونم مجمع اهل بیت را انداخته که تحریف میکنن و حرفای نامبارک و ناسواب میزنن. من توی یک برنامه شرکت کردم، تو برنامه تلویزیون کلمه بود مثل که، بعد یه نفر اومده بود کامنت زیرش گذاشته بود با کاری که با صدیقه کبرا کردن شما چجوری میتونی بگی ما عمر و ابوبکر رو ببخشیم؟ تو اونجا شاهد بودی، دوربین فیلم برداری هم اکبن داشتی، اونجا فیلم برداری کردی یا با موبایلت و دیدی که به فاطمه زهرا توهین کردن. اینا همه دکونهاییست که این آخوندها ساختن. خدا نیامرزد مجلسی رو که این چرندیات رو جمع کرد تو 128 جلد کتاب که یه مش آخوند بشن کتابا رو بگیرن دستشون. اصلا چنین نبوده، در صدر اسلام این دعواها نبوده. علی و عمر و عثمان و ابوبکر رفقا و با هم زندگی میکردن، ابن عباس، هر کدوم اینا رو میدیدی، طلحه، زبیر، هر کدوم اینا انسانهایی بودن با هم زندگی می، حالا اختلافات پیدا کردن با هم هم جنگیدن، ولی اینا به معنای نیست که اینا دشمنان هم بودن. اگه بودن علی فرزندانش رو نمیفرستاد که در اون شورشی که به بیت خلیفه عثمان حمله کردن فرزندانش برن شمشیر بکشن و دفاع کنن از عثمان. برای من یکی نوشته که آها این که شما میگی پسر امام حسین اسمش عمر بود یا ابوبکر بود، اینا اسمای عام بوده اونجا بوده، بعدن ما شیعیان به خاطر دشمنی با اینا این اسما رو کنار گذاشتیم، علی و محمد و کاظم و حسین و اینا رو برداشت. نه برادر من، اون روزی که اومدیم رو اسما خط کشیدیم روزی بود که بساط این دشمنی ها ریخته شد، بساط این چیزا ریخته شد. اون روزی بود که کمک کردیم داعش به وجود بیاد، کمک کردیم خوارج به وجود بیاد. اون روزی بود وقتی ما اومدیم این خط کشی ها رو کردیم. این خط کشی ها معنای نداشت. عمر و ابوبکر خلیفه دوم اول را می رفتن می گفتن علی نون بین لناست، چون اونا خیلی قدشون بلند بود، حضرت علی قدش کوتاه بود و کمی چاق. نون بین لنا یعنی اگه نون نباشه ما میشیم لا. خب اینا دشمن بودن با هم. وقت رفتن در خونه دختر پیغمبر، علی هم رفت و پستو قایم شد که مبادا یه دفعه مثلا یک اتفاقی بیفت. شیر خدا سیف الله القدار رفت قایم شد. اینقدر دروغ گفتید، فریبکاری کردید و به مردم لغو و ناروا گفتید که انسان گاهی شرم میکنه حرفتون رو بیاد بیارید. در قرن 21، در قرن 21، حالا میگم از سیستان و بلوچستان کجا میریم، در قرن 21 این فرمایشات آقای مهدوی کنی، رئیس آقای محمد رضا مهدوی کنی که فرمودن من محمد رضا مهدوی کنی ام نه محمد رضا پهلوی، من میکشم میبندم، من مثل اون نیستم. خودش همون روزایی که نخست وزیر، کفیل نخست وزیر بود، معرف کرد. این مزخرفات این مرد رو ببینید، نمادهایی از حاکمیت امروز و عقلانیت این آقایون و دانش و
درایت و آنچه که مدعی هستن دارن. اینو ببینیم تا بعد من به بلوچستان برم، به سیستان، که مطلب مهمی است. اینشتین یک چیزی نوشته بودن که اینشتین گفته من مسلمان شدم، شیعه هم شدم، طرفدار امام صادق هم هستم، از کتابای خارجی هم. که اینشتین میگه من وقتی که مسئله معراج پیغمبر اسلام رو شنیدم که پیغمبر معراج کرده، رفته و برگشته در خونه تکون میخورده، یک سیری که بیشتر از سیر نور بوده، نوری که هر ثانیه نمیدونم 300 هزار کیلومتر راه میره، پیغمبر زودتر رفته در تکون میخورده اون چکش در، برگشته پیغمبر، همه عوالم هم دیده. این همون حرکت نسبیتی است که اینشتین درک کرده و حرکتی است که شبیهش مولا صدا درک کرده، مسئله حرکت جوهری. و حرکت جوهری حرکت مکانی به این معنا نیست که از اینجا تا اون برای خیابون 10 دقیقه طول میکشه، یک حرکت نوری، بلکه حرکت روحی است، بالاتر از نوری است. این حرکت روحی رو میگه اینشتین، میگه در من روایات اسلامی و روایات اهل بیت پیغمبر دیدم، فهمیدم اونا همین حرفا رو قبل از ما درک کرده بودن. جناب آقای حجت الاسلام آیت الله محمد رضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان، اگر به حرکت جوهری اشاره میکنی، اگر این ماجرا یک حرکت روحی است، پس دردال میلرزه دیگه چیه؟ شما خواب میبینید، 3 دقیقه خوابتون برای بلند میشید، در این 3 دقیقه شما 4 شبانه روز خواب دیدید، پس این روحیه. پس لزومی نداره پیامبر اسلام سوار نمیدونم اسبش بشه بره آسمون، نه، این روحیه، چشمش رو میبنده و روحن میتونه پرواز کنه. این برای همه آدم تو غیر پیغمبر هم امکان داره. شما اینجا نشستید، بنده الان دلم لک زده برای خانه پدری، دلم لک زده برای اون بنفشه‌ای که مادر کاشته. الان چشمم رو هم میذارم، یه لحظه حیات رو تصور میکنم و اون بنفشه رو میبینم. دلم میخواد الان روی دونه از این تختای دربند نشسته بودم و با دوستانم گپ میزدم، صدای موسیقی هم بلند، چشمم هم میذارم به یادم میاد، تصویر رو میبینم، لزومی نداره پرواز کنم. و این مزخرفات از زبان کی میاد؟ رئیس العلماء، زبان رئیس مجلس خبرگان، یعنی مجلسی که علمای کفو، علمای که اهلیت دارن، دانش دارن. مثلا آیت الله ارومیان مثلا دانش فضایی داره، میدونه که چجوری اقمار فضا چجوری میره به اقمار به فضا و تسخیر میشه، اینا رو دانش داره. الان بیا بهش بگو تانک چیفتین چیه، میگه از اون پیازهای خوبی است که از مراغه میارن. این با این دانشش نسته تو مجلس خبرگان که چیکار بکنه؟ بر اهلیت رهبر نظارت کنه، کوری ببین اساکش کور دگر بود. اینا اون وقت میخوان برای ما تعیین تکلیف بکنه. گفتن آقای خامنه‌ای، جایی گفته بودن آقا بنده آخرین ولی فقیه، حتما چنین، حتما، چون این ولایت بدعت نامبارکی است که کشور ما رو به این روز انداخته است. به هر حال آقای روحانی رفتن و قدردانی کردن از علما با آقای مولوی عبدالعزیز و گفتن که انتصابات در استان سیستان و بلوچستان نمونه ای از برابری حقوق شهروندان و شایسته سالاری است. من خوشحالم که در این استان هم معاون استاندار شیعه و هم از اهل سنت داریم، هم فرماندار شیعه و هم فرماندار اهل سنت، هم فرماندار مرد و هم فرماندار زن داریم. تفاوتی بین پیروان مذاهب قائل نیستیم. اگر شما اینقدر آزاد اندیش هستید، چرا در کردستان این کار نمی کنید؟ اگر انجمن شهر اومده یه شهردار بانو انتخاب کرده، اون بلند نظری و وسعت اندیشه اعضای انجمن شهره، ولی شما دیدیم چی کار دارید میکنید. یک شیعه متعصبه که این دروغ ها رو باور داره میذارید استاندار، خب معلومه چی کار میکنه. البته این استاندار بلوچستان یه خود فرق داره، به قول آقای دکتر دوشوکی این یه خورده تفاوت داره با بقیه.
به هر روی آقای امیدوارم آقای روحانی وعده های اقتصادی که به مردم داده خودش حداقل پیش خودش بشینه فکر بکنه ببینه که این وعده ها باید عملی بشه. شما نمیتونی وعده بدی زیرش بزن. نگاه کنیم آقای روحانی رو ببینیم چه میگوید در بلوچستان. ما مردم غیور استان زمانی که چند نفر از مرزداران و مرزبانان به ناروا و ظالمانه به گروگان گرفته شدند توسط یک گروهک، همه یک صدا بودید، همه هم صدا بودید، همه ندای واحد را داشتید، ندای استقامت، ندای مقاومت و ندای نپذیرفتن حرف زور. من سپاس مردم ایران را تقدیم شیعه و سنی، علمای شیعه و سنی، تمام ریش سفیدان و همه اونهایی که برای آزادی مرزبانان عزیز ما تلاش کردند، درود و سلام ملت ایران بر مردم شریف و قهرمان استان سیستان و بلوچستان. روز به روز شاهد همبستگی و امیدواریم عقلی خداوند به هیئت حاکمه بده تا این عقل در انطباق با سیاست هایی که تفرقه رو محکوم میکنه پیوند و همبستگی مردم ایران رو به همراه داشته باشه، نه یا آخوند بی سواد بره بشینه بالای منبر مثل اون دانشمند و اون چرندیات رو بگه و امثال هم که یکی دوتا نیستن ماشاءالله ایشالله. امیر حکمتی یک ایرانی امریکایی که داستانشو میدونیم، جزو مارینز بود، تفنگدار دریایی آمریکا، تو افغانستان خدمت کرد، مترجم بود، کارهای مختلف کرد، رفت مادر بزرگ رو ببینه، دلش لک زده. گرفتن به جرم جاسوسی و محکوم به اعدامش کردن و بعدم حکم رو شکستن و آقای علیزاده وکیلش گفته بود بله حکم رو شکستن و حالا میگن ممکنه مقدمات آزادی او فراهم آید. البته بلافاصله در اینجا داستان آقای ابو طالبی پیش اومد و ظاهرا جمهوری اسلامی این تو کلش نمیره. آقا جان آدمی توی کار تروریستی دست داشته، همه قوانین مربوط به سازمان ملل هم که جلو پات بگذاری مطابق قانون آمریکا، ایالات متحده افرادی رو که مصلحت ملی و شهروندانش رو به خطر میاندازن میتونه حتی دستگیر کنه. حالا راه ندادن که جای خود داره. آقای ابو طالبی هم یه بار رفتار رو توی هیئت الان متوجه شدن، درود به بچهای اپوزیسیون که تصویر آقا رو دادن به آمریکایی‌ها و دیدن این آقا تروریست بوده، جزء گروه تروریستی خط امام در گروگانگیری محکوم شده نامبارک دیپلمات‌های آمریکایی 52 گروگان 444 روز شرکت داشت. بنابراین آقا جان ما تو رو نمی‌خوایم وارد خاک ما بشی، حالا چه مأمور سازمان مللی چه جای دیگه. و به نظر میرسه جمهوری اسلامی با همه هارت و پروتا در نهایت ناچار بشه که حالا اشکال نه آقای عباس عراقچی رو بفرستید، با خانم وندی شرمن هم بهتر با هم صحبت میکنن به جای آقای ابو طالبی که از همون اول هر امریکایی باهاش صحبت بکنه یاد اون روزایی میفته که اینا چشم بری روزن و دیپلمات های آمریکایی رو بسته بودن و اونجور تحقیرآمیز و با تهدید چند نوبت برای اینا ماک اکسیکیوشن یعنی اعدام های قلابی درست میکردن نصف شب و چه رفتاری کردن بماند. واقعا این مصیبت رو برای مردم ما گذاشتن و هنوزم از رو نمیرن. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم در خدمت. درود دوباره خدمت همه شما عزیزانم. خب ترانه های عارف که جای خود داره، ولی من وقتی فیلم می مثل مادر رو دیدم و در اون دو سه تا ترانه های عارف رو اون گروه بچه های
حالا چه اسمشون بذارم، بچه های نیازمند کمک، یا اصطلاحی که عرب ها به کار میبرن ذوی الاحتیاجات الخاصه، کسایی که نیازمند احتیاجات ویژه هستن. به هر حال در اونجا جلوه این ترانه ها با اون صدا و با اون فضا خیلی بیشتر شد. و به هر حال درود بر عارف که این همه سال میتونه در دلهای ما جای ویژه‌ای داشته باشه. در قاهره مجتبی امانی که رئیس دفتر حفاظت منافع صداش زدن، مدیر کل وزارت خارجه مصر گفت آقا تو چیکار داری اینجا میکنی؟ بخواید بلای قطر رو سرتون بیرون، اون سفیر بود بیرونش کردیم. وای به حال تو که رئیس دفتر حفاظت منافع، او آقای امانی هم که معروف حضورتون هست، اینا خانواده ای جز فدایان اسلام و حزب ملل و تروریست های قدیمی رو شناخته شدن. حالا این آقازاده جوانتری نشونه و حاج صادق و بقیه شون هم پرونده های عریض و طویلی دارن در کارهای تروریستی. در ایران دو تا امام جمعه هستن که این دو امام جمعه وقتی ظهور میکنن ایجاد نفرت میکنن. یکی محاسن سفید دلال قیافش خود آدم تره و یکی واقعا این جانورانه، سید احمد خاتمی در تهران و آقای احمد علم الهدا در مشهد. و واقعا وقتی آدم حرفای اینا رو میشنوه، این سید احمد خاتمی حقا به نظر من خوبه مثلا مسابقه بده با گاو پرزور کشتی بگیره، مردم ببینن که یه حجت الاسلام مثلا میتونه گاوو بزنه زمین. در این حد جربزه داره، یعنی آدم چشماشو که میبینه، رفتارشو، موقع حرف زدن، اون بازی که با این لوله تفنگ میکنه، آدم کاملا متوجه میشه این آدم بیمار روانیه و خطرناک هم است. اون علم الهدا هم یه نوع دیگر بیماره. اون علم الهدا اومده گفته که وزرایی که خود را پیرو رهبر میدانند با خاتمی دیدار نکنند. کسی نیست بگه مردک خاتمی دو دوره رئیس جمهوری مملکت شد، بیشترین آرا رو هم به او دادن در تاریخ جمهوری ولایت فقیه. اگه آقای روحانی با 18 میلیون و احمدی نژاد تحفه آرادان با تقلب و تغییر 13 میلیون رای 20 میلیون رای آورد، آقای خاتمی 28 میلیون رای آورد. بنابراین وزرایی که با ایشون دیدار میکنن کار مهمی نکردن، رفتن دیدن یه رئیس جمهوری که یه اندک آبرویی برای این رژیم بی آبرو آورد. و حالا ناراحتن که کسانی که پیرو رهبر هستن نباید با خاتمی دیدار کنه. واقعا هم همینجوره. پیروان سید علی آقای نایب امام زمان به اعتقاد من اصلا با آقای خاتمی نباید دیدار بکنه، چون اصلا اینا در یک خانواده نیستن، اینا برای چی میخوان برن اونجا؟ و به اعتقاد من علم الهدا به یه نوع حرف درستی زده، گفته آقا نباید برید، نباید برید با آقای خاتمی دیدار بکنید، برید به چه مناسبت آقای خاتمی رو ببینید. و تلخه ها آدم نگاه که میکنه آقای علم الهدا رو ملاحظه بفرمه، بعد خاتمی رو نگاه کنید، احمد خاتمی ریخت رو نگاه کنید، آدم اینو واقعا به بچهش نشون بده وحشت میکنه، بچه واقعا وحشت میکنه. هر چی زیبا روی آقای خامنه ای جمع کرده، نگاه کنین دور و برش، از زیبا رویان پره. بله همکار نازنینم ماشاءالله شمس الواعظی محمود شمس برنده جایزه آی پی آی شد، جایزه روزنامه نگار آزاده مبارز، در کیپتان آفریقای جنوبی رفت و جایزه رو گرفت 14 آفریل. حرفی که زد جالب بود. من از سرزمینی میایم که 4 فصل داره، البته به جز قطب شمال و جنوب همه 4 فصل دارن، خودش گفت. و اشاره‌ای داشت که گفتش که اون کسی که باید بفهمه فهمید محمود چی گفت. یا آدم قابل، یا آدمی که وقتی با هم تو العربیه میرفتیم، او از تهران من از اینجا صحبت میکردیم، خجالت نمیکشیدم از عربی حرف زدنش. در سوریه درس خونده بود، خانواده روحانی داره، دانششو داره و روزنامه‌ای که در آورد نمونه هاییست که همه دارن تقلیدشو میکنن. وقتی جامعه رو در آورد و توس رو در آورد، نشاط رو در آورد، صبح آزادگان رو در آورد، شد مکتب روزنامه نگاری که
از اون مکتب خیلی اومدن بیرون، آقای گنجی اومد، آقای باقی اومد، اینا همه از اونجا اومدن، آقای قوچانی اومد و درود میفرستم بهش و تبریک میگم. یه بارم شمس در زندان بود. آرتیکل 19 یک تشکیلات بزرگی که در بریتانیاست و کار روزنامه نگاران و اهل اندیشه و سخن رو قدر میداده و بررسی میکند، جایزه سالیانش رو به او داد و چون من دعوت شده بودم برای سخنرانی در اونجا، از من خواستن که جایزه رو بگیرم و من جایزه رو گرفتم و زمانی که محمود از زندان بیرون آمد توسط دوستی جایزه رو برای او فرستاد. این افتخار برای من بود که به جای همکار آزاده زندانیم در اون شب بسیار با شکوه این جایزه رو دریافت کنم و این به هر حال برای من خیلی با ارزش بود. تبریک آقای شمس. در هرات، جایی که اشاره کردم آقای کاظمی سرکنسول بوده، جنرال کنسول، و همون بساط امروزه اون زمانم بوده، همین بساط و میرویس و طالبان ها و طلبه ها و جمع میگه طالبان ها اونجا بودن، شیعه کشی میکردن و خیلی کاره دیگه. یک امام جمعه بود، امام جماعت مسجدی بود به نام میر فاروق حسینی، آدم خیلی معتبری بود، معروف بود در هرات، مردم هم دوستش داشتن، منتها ضد ولایت فقیه بود، ضد با کیسه پلاستیکی پول به آقای کرزایی دادن تو فرودگاه بود، ناراحت بود از این مسئله، اعتقاد داشت افغانستان مردمش باید غرور ملی داشته باشن نه آفتاب دار ولی فقیه بشن. ملامت میکرد به صراحت، به زبان تند و تیز و پر از در واقع چه بگویم، پر از ملامت او رو به قتل رسوندن. کی به قتلش رسوند؟ طبیعتا نوکران حاج قاسم سلیمانی. سپاه قدس است دیگر، دستش باز است برای کشتن. روزگاری فقط حزب الله این کار رو میکرد، حالا خب سردار سلیمانی اومده و رهبری شبکه ترور و تروریست های رژیم رو در جهان عرب و خاورمیانه و جهان اسلام بر عهده گرفته. حاج اسماعیل چیزری معاونش هم فعلا تدارکچی قتل عام مردم سوریه در سوریه است. نوکران دیگه ای هم داره دیگه، هستن. داش احمد فروزنده هست، در لبنان میره، در سوریه میاد و اینا هم هستن. و بسیار تلخ و دردناکه. شما نگاه کنید، دو تا سه تا نکته رو براتون بگم. روزی در اوائل ظهور حزب الله یا حزب الشیطان به قولی، اینها آمدن و یک شخصیت برجسته آمریکایی رو ربودن در بیروت، رئیس دانشگاه آمریکایی بیروت، شأن و شخصیت و غیره داشت. آمریکایی‌ها با حافظ اسد تماس گرفتن. سوریا هم که میدونیم به موجب قراردادی که اتحادیه عرب نوشته بود 30,000 نیرو به لبنان فرستاد. سوریا آمدن، پیغام دادن به آقای صبحی طفیلی که اون وقت رهبر حزب الله، گفتن آقا جان اگر ظرف 10 ساعت آزاد نشه دین یا رئیس دانشگاه آمریکایی بیروت، آقای شیخ محمد حسین فضل الله رو میگیریم و اعدامش میکنیم. بلافاصله آزاد شد. بار دیگر 3 شهروند آمریکایی رو حزب الله رو بود. داشتن از یک نقطه عبور میگذشتن که در کنترل سوری ها بود، نگهشون داشتن. اینا فکر کردن الان میگن به به بفرمایید بیاد بهتون پروتکشن میدم، همونجا زدن تو سرشون و 3 نفر آزاد کردن. در موارد متعدد حافظ اسد اینقدر شعور و درک داشت که حزب الله رو که خودش به همراه علی اکبر محتشمی در مراسم زایشش حاضر بودن و به طریق سزارین از شکم جنبش عمل آورده بودن بیرون که باعث عصبانیت و ناراحتی خاندان صدر آقای حسین الحسینی شد که به همین دلیل حسینی رو کنار گذاشتن و نبیه بری رو آوردن که سرسپرده تر. اون حافظ بود که حزب الله مثل موش ازش میترسی. حالا بشار که اومده حزب الله برش تعیین تکلیف میکنه. در حقارت این آدم بس
که این حسن نصراللهی که براش تعیین تکلیف میکنه، چه بکن کجا برو. روزی هم که حس بکنن مزاحمه، درست عین یک کهنه کثیف میگیرن و به زباله‌دانی تاریخ میاندازنش. این سرنوشت کسانی است که نمیآموزن تاریخ. من اگر مقاله نوشتم و به جای آقای خامنه ای استعفا دادم و اون رو گفتم متن استعفا آقای خامنه ای، یا در اینجا روز اول آوریل به عنوان دروغ آوریل رو بازگو کردم، به خاطر این بود که میدونم سرنوشت آقای خامنه ای چیست. سرنوشتی بهتر از قذافی و صدام و امثال اینا نخواهد داشت، چون حتی اینا جایی ندارن برن. بن علی باز رفت به عربستان، اینا جایی ندارن برن. کجا میخوان برن؟ منگستو هایل ماریام رفت زیمبابوه، اینا کجا میخوان برن؟ جایی ندارن، همه جا رانده شدن. شما اینو بهتون میگم، اگر اتفاقی بیفته شما فکر میکنه آقای خامنه ای بره عراق نوری المالکی نگهش میداره؟ نه، در راه تصادف میکنن، به لقاء الله میپیوند. یا اگرم طرف آمریکایی سنبش پرزور باشه، حضرت آقا رو تسلیم آمریکایی ها میکنه. بله، اینا کسایی هم که اگه اینا فکر میکنن که معرفت دارن، نه، چون این خبری نیست. محسنی اژه‌ای هم که دیروز خدمت رو عرض کردم، اومده اعلام کرده که بله، این خارجی ها رو هم ما ایرانی هایی که تو خارجن محاکمه خواهیم کرد. ببینید چی میگه این مرد سر تا پا آلودگی و فساد. میگه که این مال فتنه 88 و ما دخلشون رو میاریم. البته به بابک زنجانی هم اشاره میکنه. خب ببینیم چه میگوید حجت الاسلام و المسلمین آقای محسنی اژه‌ای، مردی که برادران افراشته رو به دست علی آقا رانندش آنقدر شکنجه داد که اون برج معروفشون رو گرفت، در طبقه بالای بالاش بساط عیش خود رو بند کرد، طبقات دیگر رو به خانوادهش داد، به افراد آشناش داد و یک طبقه رو فقط دادن به افراشته. ببینیم با هم. اولین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا در سال جدید. سخنگوی دستگاه قضا در 60th نشست خبریش از پیگیری دستگاه قضا برای برگردوندن 60,000 میلیارد تومان مطالبات غیرجاری بانک‌ها افراد که در مزان اتهام بودند و یا بیشتر از در مزان اتهام در جریان فتنه 88 و به خارج از کشور گریخته بودند، بعضی از اونها در همین اسفند ماه به صورت غیابی محاکمه و محکوم شدند. سنیه اژه‌ای خطاب به برخی از افراد در داخل کشور که وقتی علیه آمریکا حرفی زده می شود به آنها بر می خورد هم. بله، ببین، محکوم شدن، یعنی حکمو دادن، خدا رحم بکنه. بندم که از سران فتنه بودم، بگه خدا رحم بکنه. بنده آقای سازگارا شده بودیم از رهبران فتنه، رؤوس فتنه، دو رأس فتنه. افتخاری اگر هست برای من تو زندگیم همینه، رأس فتنه ای شدم که نفی ولایت جهل و جور و فساد و استبداد. اسلام ناب انقلابی محمدی بن لادنی در نیجریه 100 دختر دانش آموز را از یک کالج در روستایی در شمال کشور رو بود. خدا رحم کنه به این بچه ها. بمبی هم که منفجر کردن در یک ایستگاه اتوبوس دوشنبه 75 نفر رو کشتن و 130 نفر رو مجروح کردن. اسلام ناب انقلابی خون میخواهد. اسلام ناب انقلابی محمدی در دو وجه شیعه و سنیش، در وجه شیعه ولاییش و سنی بن لادنیش خون میخواد، آدم کشی میخواد. شما اخوان المسلمین الان نگاه کنید، هر روز در مصر دارن یک کار تروریست انجام، با وقاحت، با پررویی. مرسی پیغام میده که بله، من بلتجیه نیستم، من پیران شخصی هم در آشوبگر نیستم، من رئیس جمهورم، سیسی هم رئیس جمهوری بشه بعد از مدتی میزنیمش کنار، ما برمیگردیم. با وقاحت بعد به بچه ها و جوان ها توصیه میکنن تو دانشگاه برید اتومبیل آتیش بزنید. چقدر اینا اتومبیل استادا رو از های دانشگاه رو آتیش زدن، چه ساختمون هایی توی دانشگاه الازهر، تو عین الشمس، دانشگاه قاهره آتیش زدن.
جانورانی که اسم اسلام رو خودشون گذاشتن. نفرت عالم بر شما باد که واقعا هم دین رو مسخره کردید و هم آبروریزی کردید. یعنی من نگاه میکنم چه آبرویی برای اسلام مونده. ابو قتاده رو با اون قیافه و با اون دست چنگ مثل این فیلم جیمز باند تو آمریکا دارن محاکمش میکنن و این آدم اونجا میشه این آدم میشه نماد و میشه بله ابو قتاده مسلمان انقلابی آزاده و افسوس میکنم که ما گرفتار چه کسایی شدیم. حضورتون عرض بکنم که دکتر شاهین دادخواه که معرف حضورتون هست یادتون هست جزو کسایی بود که آقای روحانی خیلی بهش اعتبار میگذاشت. در واقع دکتر شاهین دادخواه آدم قیافه‌شو که میدی فرق میکرد، کراواتشو میزد خیلی شیک و مرتب. مذاکراتی هم که با امریکایی‌ها در مسقط آغاز شد ایشون جزو تیم بود، با عباس عراقچی رفت، مجید تخت روانچی رفت و خیلی خیلی با اقتدار بود و دیپلمات درست حسابی. منتها همین که اینا یه دیپلمات درست حسابی داشتن چی گرفتن به جرم جاسوسی. شما وقتی خودتون هیئت فرستادید ایشون هم رفته اونجا مذاکره میکنه، چه جاسوسی؟ آقای روحانی حتی اون رو به عنوان مشاوران ارشد خودش اعلام کرد، ولی متاسفم که سرنوشتش به زندان افتاد چون آزاده بود. این نکته هم بگم، چند روز پیش من صحبت میکردم راجع به آقای روحانی که هزینه یک دختر نوجوان رو پرداخت کرده، شاید یه جا گفتم 2 سال پیش، در حالی که خب اون وقت معلوم آقای روحانی نبود و این جریان به زمان احمدی نژاد برمیگشت. بعد دیگه آقای روحانی بعدن تأکید کرده بود که باید رسیدگی بهش بشه که متاسفانه دوچار کاغذبازی اداری شده بود. ممنونم از دوست و همکار قدیم و ندیم و نازنینم مسعود بهنود که این رو به من یادآور شد. در حال خیلی به اعتقاد من این اشارات جالب. یه نکته را هم میخواستم بگم، این سرتیپ پوردستان فرمانده نیروی زمینی یکی از بهترین افسرهای ماست، از نظر دانش نظامی، از نظر آگاهی ها. دافوس رو دیده، دانشگاه پدافند ملی رو، و در طرح و در بازسازی نیروی زمینی، تشکیل واحدهای جدید، لشکرها رو مرتب کردن، کارهای اساسی کرد. من وقتی قیافش رو میبینم دلم میخواست آیه سرتیپ پوردستان، شما یک نظامی برجسته هستی، مثل روزخون نباید باشی، چه رزومی داره اینقدر ریش میذاری؟ نگاه کن تیمسار صالحی هم فرمانده شماست، فرمانده کل ارتشه. قیافش رو آدم نگاه میکنه، احساس شما نباید خودتو طوری بکنی که آدم بگه احمد خاتمی، بابا صدر احمد بریش خاتمی، افسری هستی تحصیل کرده با مقام با شخصیت، شأن و جایگاه خود رو حفظ کن. یک خبری هم دیدم که بانوی گرامی عرصه فرهنگ و اندیشه و انتشارات خانم لاهیجی صحبتی کرده بود خیلی جالب. خانم لاهیجی واقعا کارهای بزرگی کرد. ایشون مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان است. گفته چون هنوز تغییری در محدودیت‌های انتشار کتاب رخ نداده، امسال هم در نمایشگاه کتاب شرکت نمی‌کنم. درود بر این بانوی گرامی، بر این ناشر، محقق، نویسنده که این اقتدار رو داره که نه بگه. قدرت نه گفتن بسیار قدرت زیادی. گفت همکارم، گفت رامین که عکس سرتیپ پوردستان رو پیدا کرد، نگاه کن، یه عمامه کم، انگشتر عقیق به اون درشتی. عزیز من، تو یک افسر برجسته هستی با دانش، چه لزومی داری این ریشه اینجوری؟ شما که نمیخوای بری برای منبر، که نمیخوای که بری روزه بخونی، برای چی این کارو میکنی؟ حالا دو نکته جالبی رو میخوام بگم که خیلی به اعتقاد من مسئله مهمی است. نکته ای من این است که اولا بخش کنسولی سفارت ایران در انگلستان بازگشایی شد و همونطور که بهتون خبر داده بودم در همین ماه تا پایانش اوایل ماه آینده
بخش کنسولی در ایران هم دایر خواهد شد. بنابراین پدر و مادرهایی که میخوان برن فرزندانشون رو ببینن، خواهر برادر عزیزانشون رو برن ببینن، یادشون باشه زیاد زجر نکشید، برید ترکیه، برید امارات، یه ما دو ما صبر بکنید، به زودی کنسولگری در خود تهران متقاضیان سفر به بریتانیا رو پذیرا خواهد شد. بله، حضورتون عرض بکنم آقای ظریف هم مشغول ادامه مذاکرات حالا در امارات هستن، در دبی ایشون رفتن شرکت کردن در یک کنفرانس بسیار مهم و الان در این تصویر با آقای شیخ محمد راشد بن راشد امیر دبی، نخست وزیر امارات متحده عربی و معاون حاکم کل مشغول مذاکره هستن. قبلا گفتم براتون که ایران با دبی یه روابط ویژه اقتصادی داره. ابوظبی قرار بود کرسنت گاز ما رو به خانه های امارات ابوظبی ببره که امارات اصلی است. خب اونایی که دنبال باج بودن و آقای حمید جعفر نمیداد، قرارداد رو به هم زدن. ولی امروز جمهوری اسلامی نیاز شدیدی به سرمایه گذاری امارات داره. یه وقت یادم هست اون آقای عقیلی بود، اومد در صنایع سیگار ایران سرمایه گذاری کرد، در قشم کارخانه سیگار درست کرد. بعد یکی دیگه بود آقای زینل، اومد هلیکوپتر تجاری راه انداخت، مسافربری میکرد، بزرگان رو نقل و انتقال میکرد. اینا همه ایرانی الاصل بودن، اصلشون ایرانی بود ولی اماراتی شده بودن. مجالی که در کشورشون براشون پیدا شد استفاده کردن، کشور اصلیشون، و اومدن سرمایه گذاری کردن. آقای ظریف، آقای روحانی و دیگران باید بدانن مهمترین زمینه برای ایجاد یک فضای درست چه موقعی است که شما بتونید ضمانت بکنید به سرمایه گذار آسیبی نمیرسه، سرمایهش مصونه. امروز خیلی مطلب داشتم، دو سه تا حرف بود، به خصوص چیزایی بود در رابطه با آقای زیبا کلام، دکتر زیبا کلام، و همینطور مطلبی درباره جرم سیاسی در این. متاسفانه نرسیدیم و میگذارمش برای فردا. همیشه فردایی هست. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم.
Come on.